سرخط خبرها و مهمترین ها، یک مرد در بادغیز با ضربات گلوله به قتل رسید. طالبان بخشی از مذاکره کنندگان نشست جهانی تغییرات اقلیمی در آذربایجان نیستند. یک رسانه هندی سلاح‌های بجامانده امریکا در افغانستان به دست شبه نظامیان کشمیر رسیده است و همچنان در پایان بالاخره در تخار دریغشیدن مشروع خبرها. منابع محلی در بادغیس میگویند که یک مرد 42 ساله در این ولایت با ضرب گوله به قتل رسیده است. منابع روز شنبه گفتند که این رویداد ناوقت روز گذشته در منطقه تخلنگه ولسوالی جوان رخ داده است. این مرد احمد نام داشت و گفته منابع احمد به دلیل اختلافات قومی به قتل رسیده است. مسئولان محلی طالبان در بادغیس تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. گفتنی است که در این اواخر رویدادهای جنایی در بادغیس افزایش یافته است. چند روز پیش نیز یک مرد در ولسوالی قاتین ولایت برادرش را توسط بیل به قتل رسانده بود. طالبان در مورد چیزی نمیگویند. فرانس پرس: طالبان بخشی از مذاکره کنندگان نشست جهانی تغییرات اقلیمی در آذربایجان نیستند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که هیئت طالبان در جلسات اصلی 29 نشست جهانی تغییرات اقلیمی در باکو پایتخت آذربایجان حضور ندارد و به عنوان مهمان در این نشست شرکت کرده است. مولای مدی الحق خالص رئیس اداره محیط زیست طالبان روز دوشنبه در گفتگو با این خبرگزاری گفته که تغییرات اقلیمی یک موضوع جهانی است و مسائل فرامرزی را نمی‌شناسد. خالص افزوده که هیئت طالبان اسای مختار بابایف وزیر محیط زیست آذربایجان و رئیس 29 در نشست تغییرات اقلیمی دعوت شده است. با گفته وی شرکت کنندگان این نشست باید کشورهای سیپذیر مانند افغانستان را که بیشترین آسیب را از تاثیرات تغییرات اقلیمی می‌بینند در تصمیم گیری های خود مد نظر بگیرند. طالبان طی 3 سال گذشته در دو نشست جهانی تغییرات اقلیمی که در مصر و عربستان سعودی برگزار شده بود دعوت نشده بودند. در این نشست که روز گذشته آغاز شد، نمایندگان بیش از 200 کشور تا 22 ماه جاری میلادی در مورد بودجه سالانه 100 میلیارد دلاری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی در کشورهای سیپذیر رایزنی میکنند. پیشتر این مقام طالبان در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته بود که تاثیرات تغییرات اقلیمی هیچ مرز را ندارد و زن و مرد را نیز نمی‌شناسد. گفتنی است که ارزیابی اخیر کارشناسان اقلیمی افغانستان را ششمین کشور آسیب‌پذیر ناشی از تغییرات اقلیمی در جهان قرار داده است. با باور کارشناسان اقلیمی، بارش شدید باران طی 4 دهه گذشته در کشور 25% شدیدتر شده است. یک رسانه هندی سلاح‌های بجامانده امریکا در افغانستان به دست شبه نظامیان کشمیر رسیده است. ایندیا توده گزارش داد که 3 مل اسلحه M4 بجامانده امریکا در افغانستان از نزد 3 شبه نظامی کشته شده در کشمیر زیر اداره پاکستان به دست نیروهای هندی افتاده است. این رسانه روز سه‌شنبه نگاشته که درگیری در منطقه آخنور واقع در جامو و کشمیر رخ داده است. بر اساس گزارش، نیروهای هندی در حال بررسی این هستند که چگونه سلاح‌های بجامانده ارتش آمریکا در افغانستان زیر سلطه طالبان به شبه نظامیان کشمیر رسیده است. منابعی که نام از آنها در گزارش برده نشده است به این دیتوده گفتند که سازمان اطلاعات پاکستان این سلاح‌های را برای شبه نظامیان که از مرز این عبور میکنند تامین میکند. طبق اطلاعات بیشتر شبه نظامیان در کشمیر زیر اداره پاکستان از سلاح‌های سبک نو AK-47 و M4 کار میگیرند. مقام‌های پاکستانی و طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. این در حالی است که پیش از این نیز گزارش‌های در مورد استفاده شبه نظامیان مخالف دولت پاکستان از سلاح‌های باقی‌مانده آمریکایی در افغانستان نشر شده بود. نزدیک به یک ماه پیش هم یک مقام اطلاعاتی پاکستان در گمرک تورخم از کشف و ضبط یک موتر حامل سلاح آمریکایی قاچاق شده از افغانستان خبر داده است. گفتنی است که یک سال پس از خروج نیروهای آمریکایی از کشور، وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرده بود که کشورهای عضو ناتو در جریان ماموریتشان به ارزش 7.2 میلیارد دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به نهادهای امنیتی افغانستان واگذار کرده است. پس از خروج آمریکا از افغانستان، این مقدار سلاح و تجهیزات در اختیار طالبان قرار گرفته است. جبهه آزادی از حمله به قرارگاه طالبان در مرکز تخار خبر داد. جبهه آزادی روز دوشنبه اعلام کرد که به قرارگاه طالبان در شهر طالقان مرکز تخار حمله کرده است. به گفته این جبهه در این حمله دو طالب کشته شدند و یک تن دیگر زخمی شده است. منابع محلی در ولایت تخار به افغانستان انترنشنال این رویداد را تایید کرده است. منابع محلی گفتند که اولی ساعت 6 شام روز دوشنبه انفجار در دروازه حوزه 4 پلیس طالبان در پایین گومالی رخ داده است. منابع جزئیات بیشتر درباره رویداد ارائه نکرده است. طالبان نیز درباره این رویداد واکنش نشان نداده. در روزهای پسین جبهه آزادی و جبهه مقاومت حملات خود را بر علیه طالبان در برخ نقاط افغانستان تجدید کرده است. این دو گروه از 3 سال بر این سو درگیر جنگ چریکی و مسلحانه با طالبان هستند.
مرزهای بسته و تعدیدات باز، آیا دیوارکشی می تواند تروریسم را مهار کند؟ روزنامه 8 صبح، گزارشگر بسم الله تابان. در روزهای نخست قدرتگیری طالبان در افغانستان برخی از کشورهای منطقه شوق زیادی برای این تحول جدید نشان دادند و تصور میکردند که درخت حمایتشان از طالبان به بار نشستند. آنها معتقد بودند که با خروج نیروهای ناتو از افغانستان و سقوط دولت قانونی و مشروع این کشور به اهداف استراتژیک خود دست یافتند. برخی مقامات منطقه‌ای این گروه را جیش جنبش اصلی برای منطقه خواندند و دیگر از تظاهر بر روابط دوستانه با طالبان در هتل سرینا کابل ابایی نداشتند. برخی دیگر در فالسادی سفارتخانه های خود در کابل تحت کنترل طالبان و پذیرش نمایندگان این گروه در نمایندگی های سیاسی و کنسولی افغانستان رقابت میکردند. اما با گذشت هر روز این شوق اولیه به تردید به یأس و ناامیدی تبدیل شد، زیرا کشورها مجبور شدند هزینه های سنگین بابت تعدیدات امنیتی ناشی از حضور و فعالیت گروه های توریستی که تحت چتر طالبان قرار داشتند بپردازند. افزایش توانمندی و فعالیت گروه‌های تروریستی از مبدأ افغانستان کشورهای منطقه را وادار کرد تا به جستجوی راه‌های برای مقابله با تروریسم و پیامدهای آن از جمله گسترش مهاجرت‌های غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر بپردازند. یکی از این راهکارها رو آوردن به اسارکشی در مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه است. در این نوشته سعی می‌شود به این سوال اساسی پاسخ داده شود که آیا دیوارکشی می‌تواند تهدید تروریسم را از جغرافیای کشورهای منطقه دور نگه دارد. مسئله اصلی چیز با توجه به شرایط کنونی و محیط امنیتی جدیدی که در منطقه و جهان شکل گرفته، تمرکز بر افراد به عنوان عاملان اصلی تروریسم و انحصار آن در یک جغرافیا به معنای محدودسازی تروریسم یک دیدگاه و رویکرد بسیار سنتی و غیر مؤثر است. روایت جهادگرایی رادیکال در افغانستان و برخی جوامع اسلامی تا نیم قرن گذشته با شدت تمام تعریف شده است، به طوری که اکنون این روایت به یک باور جدی در میان لایه‌های مختلف بسیار از جوامع اسلامی تبدیل شده است. شرایط کنونی جهان از جمله دسترسی گسترده به فناوری و سهولت در سفر افراد موجه شده که ترویج و تکثیر روایت‌های رادیکال به طرز غیر قابل تصور آسان شود. گروه‌های رادیکال جهادی برخلاف دهه‌های گذشته دیگر نیاز به جابجایی افراد برای تحقق اهداف خود از جوامع مختلف به یک مکان دیگر ندارند. آنها اکنون روایت خود را از طریق شبکه‌های مجازی، رسانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری تبلیغ می‌کنند. به عنوان مثال داعش برای تأسیس شاخه خود در افغانستان افراد را از سوریه و عراق نفرستاد، بلکه با تبلیغ روایت خود توانست افراد محلی را در افغانستان جذب کرده و فعالیت‌های خود را آغاز کند. به همین ترتیب اعضای فعال و نیروهای القاعده در افغانستان، شبقاره هند، خاورمیانه و افریقا عمدتاً افراد محلی هستند که جذب این روایت‌ها شده است. بنابراین دیوارکشی در مرزهای افغانستان در برابر نفوذ گروه‌های تروریستی مؤثر نخواهد بود. شاید این اقدام در زمینه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و مهاجران تا حدود مؤثر باشد، اما در مقابله با تروریسم تأثیر چندان نخواهد داشت. تشکر که تا این دم با ما بوده. شب روزتان خوش.